الو، سلام. سلام علیکم، محمد خوب هستین؟ من غلامی هستم، از طرف خانم مریم غلامی از عراق تماس میگیرم، خواهرشون هستم. بله، آلو خوبه؟ قربان شما. گفتن ظاهرا میسن که در مورد من و بیماری من با شما یه صحبتی کردن. بله، شما فهمیدی که من خدمت خودم زنگ بزنم. بله، ببین من بیماریم اسکلرودرمی هستش. بله، حد زدم. خواهرت اسمشو نمیدونست، من حد زدم اسکلرودرمی باشه. بله، خودشون گفتن، گفتن خود دکتر درست حد زدن. ولی من خوشبختانه بیماری من الان در مرحله خاموشه و الان حدود یه 3-4 سالی هستش که خاموش شده. برای همین من وقتی دیدم به این حالت از خوشبختانه خیلی هم از اولش نداشتم، بیشتر کنشون به مرد اینکه علائم مخصوص تو بدنم احساس کردم به دکتر مراجعه کردم. ولی خب حالا با کنترل بود. ولی خب من خودم چند سالیه که از وقتی که من یه دوره خودم خامگیاخواری کردم، بعد اون زمانی که خامگیاخواری کردم خیلی بهتر شده بودم، خیلی. این دارم اصلا یکی از علائم عوامل توقف بشم اما خامگیاخواری کردنم شد. بعد من خودم هم سر خود دارم اصلا گفتم که این من الان 4 سال کنترل نمیخورم، حالا خیلی بهتر از اون موقعی که کنترل میخوردم. بعد ولی یه مدت حقیقتش بیشتر میتونم بگم ترسای نابجا که مثلا خیلی لاغر شده بودم و اینا، یه خودی ترسیده بودم که نکنه یه وقت مثلا من اینقدر لاغر شدم برام بد باشه، ال بل فلا اینا. اماقت کردم اومدم، وقتی گوش خوردن رو شروع نکردم، ولی خب یه ذره گله خوری کردم، مثلا حالا چه میدونم شیرینی جات و نمیدونم تنقلات و چرک و پرخوری دیگه، ولی گوشت و مرغ و اینا رو به اعتماد شروع نکردم. اما باز الان میبینم که یه مدت یه خوردی نفسام تنگی میکنه و یه ذره قلبم درد میکنه، دوباره به فکر افتادم که شروع کنم. ولی این دفعه اصولی و زیر نظر کسی که واقعا مطمئن بود. بعد خواهرم حقیقتش دارم پیش با من صحبت میکرد، شما رو پیشنهاد داد، گفتش که من از وقتی که دارم زیر نظر دکتر پیش میرم، هم بله و قضایی متخصص هم که حالم خوبه، خواهر منم پانیکش خیلی اذیتش میکرد. بعد دیگه منم حقیقتش دیگه برای اینکه غیر اصولی جلو نرم، ترجیح هم برای این شد که زیر نظر کسی برم جلو، میدونی که خیالم راحت باشه از اینکه دارم این سبک تغذیه رو شروع میکنم. ولی اینکه این سبک واقعا خوبه رو ایمان دارم بهش و میدونم تنها راه نجات هم همینه. و حقیقتش هم نه غذای پخته خیلی دوست دارم که بخورم نه چیزی، فقط میگم این مدت بیشتر از ترس شروع کردم به خوردن یه سری الکلی ها. حالا کلی من توضیح دادم که دیگه شما یه دفعه نگارت خیلی برحبی کردم، دیگه نفس شما صحبت کنید. خدمتتون عرض کنم که من میخوام طرز تفکرتون رو نسبت به این بیماری عوض کنید. خواهرتون بیماری پانیک و کوچیک فرض کرد و بیماری پانیک هم گفت که من چیکار دارم، من دیگه نمیتونم به این کاری بکنم. این فهمید که خیلی بزرگتر از منه. تو هم الان بیماری اسکلرودرمی رو خیلی بزرگ گرفتی و خودتو کوچیک. ببین، من میخوام توی این گفتگو تو رو یه جورایی هیپنوتیزم کنم. درسته. هیپنوتیزم یعنی چی؟ تا حالا هیپنوتیزم شدی؟ نه نشدم. هیپنوتیزم یعنی این که من تو رو به یه آرامش میرسونم اول. درسته. بعد به تو یه سری پیام ها میدم، پیام های درست، که این میاد جایگزین پیام های غلط تو ذهنت میشه. آه. اگر اون پیام های غلط از ذهنت بره، انگار یه کامپیوتری که ویروسی بوده ویروس کشش کردی. دیدی که کامپیوترهایی که ویروسی میشن کار نمیکنن. بله، یه چیز دیگه ای بهشون دستور بدی و یه کار دیگه ای میکنه، متوجهی؟ بله. خب الان تو مشکلت کجاست؟ ببین من الان بیشتر نفس تنگی دارم. خب و ببین من دارم روی روح و روان تو و بحث آگاهی و بحث معنویت رو میکنم، تو دوباره برگشتی سراغ جسم. آه ببخشید. آره راست میگی، مشکل من الان ذهنمه. از این به بعد تو نمیگی من اسکلرودرمی دارم، میگی من یک ذهن ناآگاه دارم، اطلاعات غلط توی این ذهنه. درسته. اون آگاهی که خدا گذاشته توی این ذهن وقتی که من اومدم دنیا،
اون آگاهی ها همه پاک شده. خدا اون برنامه رو گذاشته بود تو ذهنم. نمیدونم دکتر ویندایر، دکتر دیپاک چوپراس، دکتر بروس لیپتون بود، یادم نیست، کتابایی که اینا رو خوندم تو این کتابا نوشته بود که وقتی که تو میای دنیا 1200 تا برنامه خداوند تو ذهن تو گذاشته که قلبت کار کنه، سیستم ایمنیت کار کنه، کبدت کار کنه. متوجهی؟ بله. شما دیدی بعضی وقتا گوشیت خراب میشه میبرنش برش میگردونن به تنظیمات کارخانه؟ بله. الان تو هم به هم ریخته اطلاعاتت، بایستی برگردی به تنظیم کارخانه. کارخانه دقیقاً. من میخوام این کارو بکنم. حاضری؟ من آمدم. این گفتگو هم داره ضبط میشه. دوست داری اینو بذارم برای کسانی که اسکلرودرمی رو کردن یه بوت بزرگ کوچیکش کنیم به اندازه یه پشه؟ حاضری؟ حتما، کاملا حاضرم. خانم اگر یه تار عنکبوت شما در نظر بگیری، یه پشه توش گیر میکنه یا یه عقاب؟ یه تار پشه. خب تو الان پشه یا عقاب؟ من الان باید عقاب باشم ولی. خب عقاب هستی، اما اون اطلاعات غلط باعث شده که تو پشه به نظر بیاری. نه به نظر بیاری، هست شدی. درسته. متوجهی؟ چون که هر چیزی که تو ذهن توه تو همونی. خانوم میگن یه ببری حمله میکنه به یه گله بز. درسته. البته بز حیفه، بز خوبه. اینو شیوانندا میگه. درسته. توی کتاب دورنمای بهشت برین دکتر ابن الکساندر این داستان آورده. توی اون داستان شیوانندا که یک عارف بزرگ هندیه این آمده، یا یوگاناندا، نمیدونم اسمش چی بود، حالا اشتباه نگم. خلاصه اون گفته گله بز، من میگم گله گوسفند، چون که بزها خوبن، بزها خودشون راهشون رو پیدا میکنن. گوسفندها دنبال بز میرن و گوسفند عقبی دنبال گوسفند جلویه میره، خودش سرشو انداخته پایین، مسیر رو نمیبینه. دیدی که گوسفندا چطور راه میرن؟ بله بله. خب حالا اون ببره ماده بوده و حمله میکنه به این گله گوسفند. چوپانه اون گله گوسفند میزنه این ببره رو میکشه. قبل از اینکه ببره بمیره، بچه ببره میاد دنیا. متوجه شدی؟ بله بچه بله ببره میاد دنیا، بعد توی گوسفندا بزرگ میشه، مثل گوسفندا بعبع میکنه، مثل گوسفندا علف میخوره. درسته. بعد این شده یه ببر خیلی گنده ای، اما هی مثل گوسفندا رفتار میکنه. و چرا اینجوری شده؟ چون به روش اون، به سبک اونا زندگی کرده دیگه، از روز اول با قوانین اونا زندگی کرده. شنیدی که میگه یه بز گرم گرله رو گرم میکنه؟ دقیقا. خب اطلاعات غلط، و الان این ذاتن نبایست این اطلاعات تو ذهنش باشه. یه مدتی میگذره، یه ببر دیگه حمله میکنه به این گله گوسفند، میخواد یه گوسفند بخوره، میبینه اه یه ببری هم هست اونجا مثل گوسفندو بعبع میکنه و فرار میکنه ازش. بعد این اصلا یادش میره که گرسنه‌اش بوده، میره خر اون ببره رو میگیره میبرتش کنار رودخونه، میگه خودتو نگاه کن احمق، تو یه ببری، چرا مثل گوسفندو رفتار میکنی؟ درسته. بعد یه تیکه گوشت میندازه توی دهنش، میگه اینو بخور، رفتی برای من علف داری میخوری. وقتی گوشت رو میخوری تازه میفهمه که ببر بوده، اشتباه کرده که این مدت با گوسفندا بعبع میکرده و علف میخورده. الان این داستان زندگی ماست. فهمیدی الان داستان چیه؟ بله. آره تو، من میتونم یه اعتراف اینجا بکنم؟ بکن. دقیقا بعد از این داستان که تعریف کردم میخوام یه اعتراف بکنم. خیلی خوبه. ببینید، یکی از دلایلی که متاسفانه من اشتباه کردم و خواهم گیاهخواری رها کردم دقیقا همین علت بود. از بس که دکترم، خب اون دکتری که میرفتم، این اسم دکتر رو نبر فقط، خواهش میکنم. اون آقایی که مثلا میرفتم برای درمان شیمیایی، خب؟ نه میگم اسم دکتر رو نبر، ولی بگو دکتر. نه آها، اسمشو نمیارم، نه اصلا اسمشو نمیارم، چون آره معروفی اصلا نمیتونم اسمشو بیارم. ببین انقدر که اون آدم تو ذهن من کرده بود که کسی که اسکلرودرمی داره نباید لاغر بشه، شما نباید لاغر بشین،
باید مدام چاق باشید. و من اون زمان که خام گیاهخواری میکردم علی‌رغم اینکه خیلی سلامت داشتم، خیلی حالم خوب بود، اصلا دیگه سرفه نمیکردم، اصلا درد دست و پا نداشتم، تنها چیزی که باعث شد من لغزش کنم این بود که خیلی لاغر شدم و ترس از این که دکتر فلانی میگفتش که اگه لاغر شدی شما که استراحت میدین براتون بده، نکنه این لاغری بدتر کنه منو، نکنه ارزل و متاسفانه و اون ترس ناآگاهانه من باعث شد من لغزش کنم و 3 سال زندگی که خیلی خوب زندگی کردم و دوباره توی 1 سال اخیر به دست آزار برای خودم برسونمش متاسفانه. خب خانم باشه، شما الان نگران نیستی که مثلا من اگر این اسکلرودرمی پیش رفته بشه زیبایی ما از دست میدم، قیافم به هم میریزه؟ نه اصلا. چرا؟ نگران نیستم چون به خاطر این که اولا که ایمان دارم که راه خوب پیدا کردم و میخوام توی راه قدم بردارم. تو این راه خوب آخرش چی میشه؟ آخرشو چی تو میبینی؟ به من بگو. من میخوام آخرشو از اول به من بگی، خیلی مهمه این. برای ایمان دارم و اعتقاد دارم. خب اینو به عینه این چند ساله که خودم خام گیاهخواریم، این که میگن بدن خودش رو ترمیم میکنه بهش ایمان دارم. واقعا این به نظر من حرف نیست. اگر تو تغذیه خود به بدنت بدی، بدن خودش رو درمان میکنه. خب بدترین مشکلات هم که باشه اگر تو بدنت رو اگر ذهنت رو آگاه کنی، میتونی روی بدنت هم تاثیر بذاری. برای همین اصلا نگران این نیستم که نکنه. چرا؟ اگر بخوام تغذیه غلط رو ادامه بدم، اولا که خدا رو شکر میکنم که توی مسیر درست قرار گرفتم. خب این که آره یه سرم لغزش کردم، اصلا خودم سرزنش نمی کنم. آفرین. منم اشتباه کردم، منم باید دوباره یه لغزش میکردم ببینم تجربه دیگه ای به دست کردم. نه، راه درست امینه و به راه هم ایمان دارم. خب و اصلا هم هر تو دیگران که میگن ای بابا گوشت خیلی خوبه فلان، از روز اولم اعتقاد نداشتم، ولی با هیچ کس نمیجنگم. میدونی بعضی از آدما وقتی میخوای تو حرفتو بهشون بفهمونی، این میخوام برات جرت بگیرن، اصلا حوصله جنگیدن با سری آدما تو این مسیر رو ندارم. برای همین با هیچ کس بحث نمیکنم. هرکی از میگه میگم ای درست میگی، ولی راه خودمو میرم. کسایی که گوشخارن منظورم ها، ولی چون میدونم راه درستو پیدا کردم، مطمئنم که بیماری اولا وجود نداره، این زایده ذهنه. دو، وقتی که من بتونم غذای سالم به روح و جسمم بدم، مطمئنن بدن منم با من همکاری میکنه، مثل اون چند سالی که این کار کرد و خودش با من نشون داد، و میتونیم خیلی خوب کنار هم زندگی کنیم. ببین من قبلا هم که دکتر شیمیایی میرفتم، دکتر من همیشه یه نکته رو به من میگفت، گفت جز بیماره من، جز معدود بیماره هستی که وقتی میای اینجا با لبخند میای. خب چون هیچ وقت نترسیدم ازش، نمیدونم چرا احساس کردم که دلم یه راهی وجود داره که من رها میشم از این مسیر. میدونی برای همین هیچ وقت با ترس نرفتم. همه اونایی که میامدن اونجا همه قیافاشون افسرده بود، ولی من هیچ وقت این شکلی وارد مدن اون دکتر نشدم. و همیشه دکتر به من میگفت، میگفت تو ز معدود بیماری هست که وقتی میای با لبخند وارد میشی. تو به یه سری چیزا ایمان دارم دیگه در درون خودم. بله. حالا ببین، من میخوام یه کاری کنم. ببین من کاری چه کار باز به تو بکنم؟ اینه که گفتم اون اطلاعات غلط ذهن ناخودآگاه تو پاک کنم. بله. من نمیخوام اسکلرودرمی تو رو شفا بدم. میخوام اینو بفهمی. درسته. من وقتم خیلی با ارزش تر از اینه که صرف اسکلرودرمی کوچولوی تو بکنم. درسته. من میخوام خودت هم همین طرز تفکر رو داشته باشی. این اون مرحله آرامش است. درسته. خواهر تو پانیک داشت. وقتی که پانیک رو کوچولو کرد، الان باش صحبت کردم و گفتگوی من با خواهرت هم خیلی قشنگ شد و دیدم اصلا این گفتگو حیف مردم نشنونش، اونم میخوام بذارم توی کانال ها. خب؟ خواهر تو میگفتم چطور بر پانیکت غلبه کردی؟ گفت پانیک چیه؟ گفتم هر وقتی که اومدی بیا، من کاری با تو ندارم، تو خیلی کوچیک‌تر از منی. میگو من کوچیک در نظرش گرفتم و پانیکه اصلا دیگه جرئت نکرد بیاد سراغ من. اما اگر تو خودتو خیلی کوچیک ببینی، پانیکه این اسکلرودرمی تو هم میگه من برم اینو اذیت کنم، من تواناییشو دارم. خب درسته.
هر کسی که روح خدا در درونشه باعث قصه اسکلرودرمی مسخره رو بخوره. درسته. الان فهمیدی چی میگم؟ بله. این جمله من تو رو به اون آرامش نمیرسونه؟ کاملا صد درصد میرسونه خانوم، وقتی باورش داشته باشم حتما میرسونه. و یک جمله دیگه، این که این زندگی یه فیلمه و تو یه هنر پیشه هستی. اسمت چیه؟ مهناز. مهناز کی؟ غلامی. تو خودت هم حتی نمیشناسی خانوم، تو مهناز غلامی نیستی. این ماسکی که به صورت زدی میشه مهناز غلامی. درسته. تو اصلا اسم خودت هم الان یادت نیست. تو یک روحی هستی که 10% الان رو کره زمینه، 90% اون عالم بالاست. میفهمی چی میگم؟ بله. یه خورده سنگینه ولی سنگینه؟ آره یه خورده نه که سنگینه ها، میفهمم چی میگین ها، شاید خیلی قشنگ نمیتونم خودم بیان کنم ولی متوجه اصل مطلب میشم. همون کافیه؟ خانوم منم نمیتونم بیان کنم. آقای دکتر ابن الکساندر، متخصص جراحی مغز و اعصاب، مرگ مغزیش تایید شده بود در اثر بیماری عفونت مغز، اما زنده شد و تمام دکترهای همکار خودش دهنشون باز مونده بود تعجب کردن. خب ایشون وقتی که مرد بی خدا بود، اما وقتی که زنده شد شد با خدا. چرا؟ چون که گفت من رفتم اون عالم بالا، خدا رو دیدم. بعد وقتی که برگشت توی این کره زمین این جمله رو گفت، گفت من یک دانشمند خرافه پرست بودم، خدا رو قبول نداشتم، ولی خدا وجود داره، من اشتباه می کردم. بعد میگم من وقتی که رفتم عالم بالا اونجا هیچ سوالی نبود که من نتونم جواب بدم، همه سوالات جواب داده شد برام، میدونستم دیگه کی هستم، برای چی منو خدا آورده تو کره زمین، و هیچ سوالی نبود. الان دانشمندا خیلی از سوالاتو دارن، مثل اینکه میگن ماده تاریک چیه، الان دنبال ماده تاریک میگردن تو کائنات، میبینن وجود داره اما نمیدونن تفسیرش کنن. میگه حتی اون بالا من دونستم ماده تاریک چیه، اما وقتی که دوباره برگشتم به این جسمم تمام اون اطلاعاتم پاک شد. متوجهی؟ میگه مثل میمونه که یه نفر برای یک روز، یه میمون برای یک روز بشه آدم، بیاد با آدما زندگی کنه تو اون یک روز، بعد از یک روز دوباره تبدیل بشه به میمون، بره برای میمون ها توضیح بده که انسان کیه. چی میتونه بگه برای اون میمون ها؟ چون که خودش دوباره میمون شده نمیتونه از اون ذهنش استفاده کنه خوب توضیح بده، و تازه اون میمون ها هم نمیفهمن که این چی داره میگه، اگرم بتونه توضیح بده. فهمیده چی شد؟ بله. پس یکی مثل منم خانوم نمیفهمم در عالم بالا چه خبره. تو هم نبایستی بفهمی و خیلی قصه نخور، چون که تو این برنامه تو بایستی فعلا همین سناریو و همین فیلمنامه رو که خدا داره کارگردانی میکنه همینو بفهمی و بفهمی که این کارگردانم هست. مشکل اینجاست که ما این زندگی رو به چشم یک فیلم نمیبینیم و کارگردان رو هم نمیبینیم. متوجه شدی؟ این مشکل ماست. خب پس من الان دارم تلاش میکنم که تو یه کمی فهمت بیشتر بشه، نه اینکه فهمت مثل دکتر ابن الکساندر که مرده بود زیاد بشه، بشه دقیقا همون فهم. تو زمانی به اون فهم میرسی که بمیری. فهمیدی چی شد؟ و به این با این جمله میخوام بهت بگم که مرگی پس برای تو وجود نداره. داره؟ نداره. خانم یک هنرپیشه وقتی که فیلمشو تموم کرد، نقششو بازی کرد، کارگردان میگه خب نقش تموم شد برو، تو میگی نه بذار من بمونم، منطقیه؟ نه دیگه. خب الان ما خیلی همون میترسیم، میترسیم که نکنه از این فیلم بریم بیرون، و این منطقی نیست. خب وقتی که منطقی نیست، این ترس تو دل تو هست و اون کارگردانم از دست تو کلافه میشه، هی زنگ میزنی به جای کارگردان این فیلمو تموم نکن، نزار من از این فیلم برم بیرون. کارگردان میگه بابا جون تو بیا من ببرم یه فیلم دیگه، اینجا به تو $1,000,000 پاداش دادم، اونجا به $10,000,000 پاداش میدم، چرا قصه میخوری؟ اعصاب منو هم خورد کردی. کارگردان اینو میگه. پس ببین تا
تمام مشکلات ما ناشی از چیه؟ درک نکردن معنای این زندگیه. ما نمیدونیم که این فیلم زندگی ما خدا داره کارگردانیش میکنه، اصلا نمیدونیم خودمون هم هنر پیش هستیم. فهمیدی مشکل کجاست؟ بله. الان چه احساسی داری بعد از شنیدن این حرفو؟ احساسم که صادقانه میخوایم بگم دیگه، نه میخوام دروغ بگی، دروغ بگو، دروغ. نه آخه از اینکه بخوام مثلا حالا نقش بازی کنم و اینا زیاد چیز خوبی نه. من یه جوری الان احساس سردرگمی دارم، ولی سردرگمی در کنار حال خوب. من میخوام اون کمکت کنم اون سردرگمی از اون سردرگمی در بیه خانم. گفتم آره، منم سردرگمم خانم. همه ما سردرگمیم. زمانی از سردرگمی در میاییم که دیگه بمیریم. پس تا زمانی که توی این کره زمین هستی، خداوند اجازه نمیده که به اون آگاهی که در عالم بالاست برسی. هممون سردرگمیم. اما این که درک بکنی این زندگی یک نمایش نامه است، خیلی سخت نیست. نه این سخت نیست. خب تو بس میخوای چی رو درک کنی؟ میخوای بفهمی که اسرار کائنات چیه؟ دکتر بن الکساندر میگه من اون بالا بودم فهمیدم، اما الان اومدم پایین هیچی یادم نیست. الان بگو. الان بیماری اسکلرودرمی برای چجوریه؟ درجهش الان چقدر شد؟ قبلا چند بود؟ الان چند درجه شد؟ از صفر تا ده. الان میتونم بگم دو. قبلا چند بود؟ همون دهه بود. جدی؟ به خدا. خدا رو شکر. این یعنی شفا خانوم. یه داستان دیگه برات بگم. یه خانمی هست، یه بیماری ژنتیکی گرفته و چربی های بدنش همه آب شده. حالا اسمشو یادم رفته. چند بار اسمشو؟ یاد گرفتم و یادم رفت. و چهرش خیلی زشت شده، هیچ چربی تو بدنش نیست. یه بار این صبح بیدار میشه، میاد توی اینستاگرام نگاه میکنه، میبینه عکسشو زدن، زیرش نوشتن زشت‌ترین دختر دنیا. وقتی که اینو میبینه انگار یه سطح آبی یخ ریختن روش، دوچار افسردگی بدی میشه، حتی به این فکر میفته که خودشو بکشه. آبروش رفته بود دیگه، عکسش تو سراسر دنیا به عنوان زشت‌ترین دختر دنیا. بعد یه کمی گذشت، با خودش فکر کرد، گفت مگه من خودم خواستم که اینجوری این بیماری دوچار من بشه؟ مگه من خودم خواستم اینجوری زشت باشم؟ من چیکار دارم به حرف این مردم؟ بذار مردم هر چی میخوان بگن. الان این خانم داره زندگیشو میکنه، شده سخنران انگیزشی، میره مردمو به شکرگزاری دعوت میکنه و این موضوع رو براشون میگه. میگه شما اصلا کاری نداشته باشی به حرف مردم، شما یه هنرپیشه هستی، این ماسک روی صورت شما زده شده، اگر زیباست کار شما نیست، اگر زشته کار شما نیست، یه کارگردان این ماسک رو به صورت شما زده. فهمیدی چی شد؟ بله. الان اینو شنیدی چه احساسی داری؟ احساس سبکی، احساس این که چقدر ما همه شده به خودی گنده میکنیم تو زندگیمون. آفرین. حالا بازم از کتاب، از سه تا کتاب دکتر بن الکساندر دارم برات مثال میارم. اون ببره مال کتاب دومش بود، دورنمای بهشت برین. اولیش هم این بود که دچار مرگ مغزی شد و رفت بالا، برگشت و خداشناس شد. تو کتاب سومش به اسم زندگی در جهان خداگاه، الان تو داری میفهمی عنوان این کتاب یعنی چی. خب دکتر بن الکساندر ببین چه قشنگ میگه. داستان یه خانومو میگه که ایشان کوتاه قد و زشته و دماغ گنده، تصورش کن این قیافه رو. بعد این دچار عقده شده و همه فامیلاش، عموش، برادرش، خواهرش مسخرش میکنن. بعد اینم داره دیوونه میشه، میره پیش یکی از این شاگردهای دکتر مایکل نیوتن که اون کتاب سرنوشت روحو نوشته. این شاگرد دکتر مایکل نیوتن هم هیپنوتیزم میکنه. بعد میره میگه منو هیپنوتیزم کن، برم گردون زندگی قبل، ببینم اونجا چه خبر بوده، چرا من این قیافه زشتو دارم. بعد اینم هیپنوتیزم بهش میکنه، میبرتش زندگی قبل، میبینه توی زندگی قبل یه دختر بسیار بلند قد،
خوشگل اما بیشعور بوده، توی اون زندگی مردم رو مسخره میکرده، فخر میفروخته، پوز میداده به زیباییش. فهمیده چی شد؟ بعد وقتی که اون زندگی، خب همیشه که اونجوری ادامه نداره، بعد از اون که مرد میره عالم بالا، توی اون شورای معتمدین در عالم بالا براش جلسه تشکیل میدن، میگن خانم این زیبایی رو ما بهت دادیم، خودت هم تو زندگی قبلی برنامه ریزی کردی که اینجور زیبا بشی، اما رفتی اون پایین، از این زیباییت سوء استفاده کردی و خوب رفتار نکردی، چرا مردم رو مسخره میکردی؟ فخ میفروختی. بله، بعد اینجور خانمی رو نمیندازن تو جهنم، متوجهی؟ بله. بهش میگن خب الان چیکار بایستی بکنید که این فخر فروشی تو درمان بشه؟ خودش میگه پس من برنامه ریزی میکنم که توی زندگی بعدی برم تو بدن یه دختر دماغ گنده کوتاه قد و زشت که مردم منو مسخره کنن که من بفهمم مسخره کردن چقدر بده. فهمیدی الان داستان چیه؟ بله. آیا این خانم خدا تو جهنم انداختش؟ نه، این که شرایطی که برای از دیده اون یه جهنم بوده دیگه، چون همش درگیر بوده با خودش. شما بچه داری خانوم؟ خیلی. اگر بچه داشته باشی میذاریتش مدرسه؟ صادقانه نه. حالا ساعت غیر صادقانه بگو. نه واقعا نه، یک از باورم شاید بگورم براتون باشه. برای شما میخواید، شما میخواید این بچه اصلا ناآگاه باشه؟ آخه سیستم آموزشی ما کاملا، حالا نمیخواد بریم تمام مشکلات مملکت رو حل کنیم تو این گفتگو. نه این مملکت کلا، کلا من نمیخوام مشکلات دنیا رو حل کنیم. استاندارد اینه که پدر و مادر به فکر کسب آگاهی این بچه است. این بچه دوست داره بازی کنه، اما پدر و مادر میگن تو حق نداری، بایستی بشینی کتاب بخونی، خودت هم حالا تو خونه آموزشش میدی. فهمیدی چی میگم؟ یعنی خونه رو براش میکنی جهنم با اینکه یه کتاب بهش میدی. حالا اون بچه دوست داره بره توپ بازی کنه، تو میگی بشیم درس تو بخون، چرا اون بچه رو میذاری تو جهنم؟ میفهمی چی میگم؟ آره. پدر و مادرها بچه ها رو میذارن مدرسه که یه چیزی یاد بگیرن، حالا سیستم آموزشی درست یا غلط ما با اون کاری نداریم. پس یعنی بچه ها رو میذارن تو جهنم، شرایط سخت. من یک فیلمی رو گذاشتم تو سایت یوتیوبم، عنوانش اینه: کامو روحی بود که از بهشت به کره زمین آمد توی شرایط فقر زندگی کنه که معلم بشه. اینا رو چجوری تو توجیه میکنی؟ مثلا تو الان بهت بگن بیا برو بهشت، میری؟ میری یا نمیری؟ نمیدونم، نه فکر نمی کنم برم. برای چی دوست نداری بری؟ حالا نمیخواد سیاسی بحث بکنی و اینا. نه 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 نه، اصلا بحث سیاسی نه، میخواد اگه هیچ دیدی آخه از بهش ندارم، آخه به وجود بهش اعتقادی ندارم آخه. خب این اشتباس خانم، شما باید اعتقاد داشته باشی. تا اگر اعتقاد نداشته باشی پس برای چی داری وقت منو میگیری با من صحبت میکنی؟ نه ببین، به خاطر اینکه من اعتقادم برای این همونی که گفتی، من میدونم که بعد مرگم بهشتی نیست، که من وارد بدن دیگه ای خواهم شد. من یه جورایی معتقد به تناسخ هستم. خب منم معتقد به تناسخ هستم، اما تناسخی که تو داری خیلی تناسخ سطح پایینه. تناسخی که من بهش اعتقاد دارم تناسخ ملکوتیه که مولانا بهش اعتقاد داره، حتی قرآن هم بعضی از علما میگن که به این تناسخ قرآن هم اعتقاد داره. سوره معارج آیه 4 میگه روح شما در روزی به سوی ما باز میگردد که معادل 50,000 سال است. یعنی این مدرسه کره زمین 50,000 سال طول میکشه. پس این میشه چی؟ تناسخ تکاملی. اما تو اون تناسخی که البته هندوامونو قبول ندارن، خیلی از این هندوهای که شاید سواد عرفانیشون خیلی پایینه اینجوری فکر میکنن، میگن که مثل همین دختره، قبلا زیبا بود الان زشت شده، یعنی قبلا بهشت بود الان شده آمده تو جهنم. این جهنم نیست، این شرایط رو انتخاب کرده که آگاهی کسب کنه.
امیدوارم از این پادکست بهره کافی برده باشید و باعث افزایش سطح آگاهی شما شده باشه. کسب آگاهی مأموریت اصلی ما در این دنیاست، چون آگاهی ما ثروت اصلی ماست و در عالم جاودانی بالا این ثروت آگاهیه که با ما جاودانه میمونه، نه ثروت مادی که ما در این دنیای فانی جمع میکنیم. هدف ما در کانال آکادمی پنا در یوتیوب و دوره خودآموزی معنا درمانی و رازهای شفای طبیعی در سایت رستوران روح اینه که به این ثروت جاودانه آگاهی شما بیفزاییم. اگه این پادکست براتون مفید بود حتما لایکش کنید و کانال آکادمی پنا رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا پادکست های جدید آکادمی پنا رو از دست ندید. لینک این پادکست و این کانال رو برای کسانی که بیماری سخت و لاعلاج دارن و شما میشناسینشون بفرستید و همچنین برای کسانی که بیمار نیستن و میخوان از ابتلا به بیماری های سخت پیشگیری کنن و نیاز به آگاهی شفا بخش دارن، برای اونها هم لینک این پادکست و کانال رو ارسال کنید. شما رو به خدا می‌سپارم.